آتش مغان در گفتگو با اهل اندیشه و هنر. رادیو مانی. برنامه آتش مغان از رادیو مانی هستید. من مانی تهرانی. در این قسمت دو مهمان دارم: آزاده دواچی، شاعر و پژوهشگر حوزه زنان، و خانم آرتمیس اهورا، فعال فرهنگی. در این قسمت به فعالیت‌های فرهنگی زنان ایران می‌پردازیم که اون رو به 4 دسته تقسیم کردیم. اول از خانم دواچی شروع کنیم، از اینجا که خانم دواچی یک دسته از زنان ایرانی رو می‌تونیم زنان فعال خارج از ایران در نظر بگیریم، که حالا از زنان هنرمند، از زنان مثلا آوازخوان تا زنانی که در فیلم‌های هالیوودی بازی می‌کنن، اینها میشه در نظر گرفت تا فعالان رسانه‌ای از جمله مثلا خود شما و دیگرانی که در رسانه‌ها کار می‌کنن. اینها به نظر شما، اول اینکه میشه اینها رو یه دسته در نظر گرفت به نظرتون، و اگر میشه ما حاصل کار اینها رو چی میشه در نظر گرفت؟ چون از طرفی خب عده‌ای معتقدن که این زنان باعث آگاهی، رشد و پیشرفت زنان ایرانی شدن، از طرف دیگه می‌بینیم که بارها جمهوری اسلامی اتهام رو وارد میکنه که مشکلات امروز جامعه ایران از جمله مثلا طلاق، فحشا، خیلی از مسائل رو به این زنان نسبت میده که اینها مروج و باعث این مشکلات شدن. چی فکر میکنید شما؟ بله، خیلی ممنون. خب این مسئله که مطرح کردین خیلی بحث خیلی وسیع هستش، مخصوصا توی مباحث نظری که در مورد دیاسپورا صحبت میکنن و میگن دیاسپوریک فمینیسم، یعنی منظورشون جنبش فمینیستی که خارج از اون مکان مبدا شکل گرفته و شامل همه زنهایی میشه که در خارج از مثلا جنبش زنانی که در خارج از ایران شکل میگیره، یا زنانی که فعالان حقوق زنان هستن به خاطر فشارهایی که روشون بوده مهاجرت کردن، اومدن بیرون از ایران. این در مورد فعال حقوق زنان هست. در مورد زنان هنرمند، خب خیلی الان تعدادشون زیاد شده و خب بیشتر هم میشه، چون که فشارها روی زنها زیاد هستش تو ایران و خب خیلی ها مهاجرت میکنن، خیلی ها هم به هر حال دوست دارن که توی کشور آزادتر زندگی کنن. به هر حال این باعث شده که یه طیف خیلی وسیعی به خصوص از نسل بعد از انقلاب در واقع اون جنبششون، اون فعالیت‌هاشون در خارج از ایران شکل بگیره. خب شما به دو تا نکته الان اشاره کردید. یکی اینکه گفتید که خب خیلی‌ها دوست دارن در جهان آزاد زندگی کنن، یکم کسایی که آیا به نظرتون این مسائل بیشتر دلایل شخصی داره، یعنی که همین که دوستان در جهان آزاد زندگی کنن هست، یا اینکه نه اینها واقعا لیدر و تاثیرگذار و الگو در جامعه میشن یا میخوان باشن، و محصل کارشون چی بوده؟ نه ببینین، وقتی که کسی دوست نداره تو اون جامعه یه محدود زندگی کنه، حالا غیر از اینکه مسائل شخصی روی اون وضعیت اون فرد تأثیر میذاره، این اصلا یکی از ویژگی های مهاجرت هست که دلیلی هست که فرد آگاه میشه، یعنی مخصوصا در حوزه زنان اون زنها آگاه شدن به شرایطشون و تصمیم میگیرن مهاجرت کنن، چون دیگه نمیتونن تو اون شرایط شرکت در واقع زندگی کنن. و خب این باز بستگی داره، چون باز میگم پدیده اگه بخوام اینو صحبت کنیم خب خیلی این پیچیده میشه، من نمیخوام تو مباحث نظری و تئوریک برم، ولی بحث مهاجرت که مطرح میشه خیلی مسئله پیچیده میشه. اما در مورد اینکه حالا اون آدمایی که میان خارج از کشور، الان طیف وسیعی داریم از فعال حقوق زنان که سالهاست دارن خارج از کشور زندگی میکنن. خیلی ها از انتخابات، از جمله خود من، از انتخابات 2009، یعنی از اون اتفاقاتی که سال 88 افتاد، اومدیم بیرون و برنگشتیم و از اون موقع تا الان خب داریم فعالیت میکنیم و من فکر میکنم تأثیر خیلی زیادی دارن میذارن و گذاشتن، هرچند که دولت ایران داره خیلی تلاش میکنه که این کانکشن رو، یعنی ارتباط داخل و خارج رو قطع کنه.
ولی خیلی خیلی تاثیر گذاشتن، خیلی از بیانیه ها، خیلی از کمپین ها، خیلی از فعالیت هایی که شده این ارتباط متقابل بوده، مخصوصا الان که دیگه فضای رسانه‌ای مثل اینستاگرام، تلگرام اینا خیلی توسعه پیدا کرده. تو ایران هم که دیگه همه دسترسی به اینستاگرام و تلگرام و اینا دارن. من شخصا با خیلی از دوستایی تو ایران هم در ارتباطم و فکر میکنم بله، این یعنی این کنش، این تقابل خیلی وقته که هست و داره بیشتر میشه. یعنی من فکر میکنم به خصوص از سال، چون شاید چون من خودم تجربه کردم، نمیخوام حالا بگم قبلتر نبوده، ولی حالا تجربه که من دارم اینه که از زمانی که من اومدم بیرون، هر طور که تونستم یه جوری ارتباطم رو با ایران حفظ کردم و هر طور شد تأثیر. نه خواهش میکنم، یه جوری محسنش اینه که شما به عنوان یک فمینیست، به عنوان یک فعال حقوق زنان، به عنوان یک هنرمند میتونی تاثیرگذار باشی، حالا از طریق بالا بردن آگاهی در فضای رسانه‌ای، از طریق پخش کتاب. منظورم این است که پس به نظر شما این ماحصل مثبت بوده. خیلی خب، حالا کوتاه اگر بفرمایید پاسختون به اون مشکلاتی که در جامعه ایران هست و جمهوری اسلامی به زنان خارج از ایران نسبت میده چی هست؟ بله خب ببینین، دیگه خودتون یه سرشو اشاره کردین دیگه، مثلا به محض اینکه قبلتر اینطوری نبود، الان خیلی بیشتر شده. قبلتر خب خیلی این کنش بود، الان خیلی حساس شده و میگن که خب شما تبانی کردین با مثلا فمینیست های خارج نشین، یا اونها کلمه دشمن استفاده میشه، اونها از دشمن چیز دستور میگیرن و اون ارتباط رو میخوان قطع کنن. بنابراین من فکر میکنم خیلی نگاه خیلی منفی دارن به این قضیه، یعنی درست. اصلا دوست ندارن که این کنش باشه، این درست. خب خانم آرتمیسا اهورا، خانم دواچی میگن که این مسئله تاثیر مثبت داشته روی جامعه ایران، اما خب یه نظر دیگه هم وجود داره که میگن اتفاقا مثلا خیلی از فعالان در خارج از کشور، فعالان زن اینها که کار کردن، یک واژه‌ای هست به اسم اسلکتیویسم، مبارزه زیرلحافی، میگن که اینها مثلا اومدن خب تو فضای مجازی خیلی ظاهرا قدرت دارن، ولی خب این قدرت عینی محسوب نمیشه، تاثیرشون رو در فضای عینی مثبت نمیدونن. و از طرف دیگه زنانی که مثلا حالا در خارج از کشور هستن، فرض کنید هنرمندن، سیاسی نیستن، اینها ناخودآگاه میگن بیشتر تونستن تاثیر بذارن چون سبک زندگی زنان ایران رو عوض کردن. شما کلا در مورد این دسته زنان خارج نشین چی فکر میکنید؟ درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه رادیو مانی، خیلی سپاسگزار هستم از اینکه منو دعوت کردید به برنامه‌تون. جناب مانی، من فکر میکنم که اولا تمام این افرادی که در طیف فعال طبقه بندی میشن، چه هنرمند و چه افرادی که توی برنامه‌های فرهنگی یا سیاسی فعال هستن، اینا هیچ کدومشون در یک لول نیستن. یعنی شما در بین این زنان از زنان خیلی باسواد و با معلومات دارین در لول‌های بالای ایجوکیشن و تحصیلات، و همزمان میتونن افرادی باشن که جز سرشناسان یک جامعه هستن، به اصطلاح بهشون میگن سلبریتی های یک جامعه، و ممکنه در عرصه فیلم و سینما یا در عرصه های دیگر هنری یا فرهنگ باشن، ولی شاید در تمام عمرشون 4 تا کتاب نخونده باشن. بنابراین شما نمیتونید همه این افراد رو در یک کاتگوری بذاریم و بگیم که تاثیرگذار هستن یا همه اینها تاثیرگذار نیستن. جایگاه افراد فرق میکنه و میزانی که مشارکت دارن در امور اجتماعی و فرهنگی هم فرق میکنه و دیدگاه های خود اینها بسیار تعیین کننده است در نقشی که دارن ایفا میکنن در جامعه. اینها یعنی منحصر به فردن یا اینکه نه باز قابل دست؟ نه، من منظورم افرادی هستن که سرشناسان یک جامعه هستن، زنانی که مطرح هستن و دیگران اونها رو میبینن، میتونن اینا ورزشکار باشن، میتونن هنرمند باشن، میتونن فعال فرهنگی سیاسی باشن، استاد دانشگاه باشن، کسانی که به هر حال در عرصه قرار دارن، در نقطه قرار دارن که دیگران اونها رو میبینن
و میشنوند، ولی اینا اصلا در یک کاتگوری تاثیرگذاری یکسان قرار نمیگیرن و نقششون هم اصلا یک اندازه نیست به خاطر جایگاهی که هر کدوم قرار دارن و میزان تحصیلات و فعالیتایی که دارن. بعضی از اینا بسیار بسیار تاثیردار هستن، اونهایی که در حوزه اندیشه و فرهنگ فعالیت میکنن میتونن تاثیرگذار باشن، حالا میتونه مثبت باشه یا منفی، بستگی داره که در چه طیفی باز فعالیت میکنن. برای مثلا فرض کنید ایران در شرایط کنونی، ما اگر کسی رو داریم به اسم مجاهد، افرادی که جزو مجاهدین هستن و اسمشون هم هست فعالیت سیاسی میکنن، اینها میتونن تاثیر بسیار مخرب داشته باشن و افراد جالبی هم نباشن برای الگو برداری، ولی یه سری از افراد هم هستن که میتونن در حوزه‌های فرهنگی یا اندیشه یا سیاسی ایرانی تر باشن و به کار ایران بیشتر بیان و اونها خب تاثیرشون مثبته. بنابراین ما در همین افراد هم تاثیرات مثبت و منفی زیادی میبینیم. خب عذرخواهی میکنم، شما مثال زدید مثلا مجاهدین رو، خب مجاهدین در اقلیت هستن. آیا کلن این تیف اگر در نظر بگیریم، جریان رو در نظر بگیریم، مثبت هست فکر میکنیم به سمت و سوی مثبت داره، حالا با وجود تفاوتهایی که داره، یا اینکه نه مطمئنا مخربه؟ برای اینکه ما مجاهدین یک گروه تروریستی میشناسیم، گروه بسیاری میشناسیم، به طور کلی افرادی که از هر رده و رسته‌ای در حال تبلیغات اسلام باشن در ایران، ما داریم 40 سال از همین اسلام و این حکومت اسلامی در ایران میکشیم. من بقیه کل طیف رو گفتم که مجاهدین که در اقلیت هستن اصلا شاید به غیر از اون افراد مخرب داشته باشیم، میتونیم افراد مثبت داشته باشیم. شما بستگی داره که عامل کدوم نگاه خودتون رو میدونید. اگر که جز دار و دسته گلوبالیستا باشین، جز دار و دسته لیبرال ها باشید و بخواین بنیان هایی که اونها دارن تبلیغ میکنن شما عامل تبلیغاتش باشین، باید اول البته افراد مردم این گروه ها رو بشناسن و بدونن که اندیشه ای رو چه تبلیغ میکنن، چه اندیشه ای رو، و بعد بدونن که اینا مخربن یا مثبتن. اگر شما به عنوان فعال فرهنگی از این فضا راضی هستید به طور کلی یا نه انتقادات من نیست، چون سخن کلی هیچ وقت نمیگم، نمیتونم بگم من از اینا راضی هستم یا من ناراضی هستم. افرادی که تاثیرات مثبت دارن و به درد ایران میخورن و آموزش‌های درست فرهنگی میدن که با فرهنگ بومی ایران سازگاره، با ایران کلی، یه ایران شهر بزرگ، یک ایران زمین بزرگ، با حوزه فرهنگ و تمدن ایران کار میکنن و پروموت میکنن اونو و بنیانهای هویت ایرانی رو میشناسن خودشون، اونا میتونن مثبت باشن. اگر نه، شما در حال تبلیغات اندیشه های دیگری هستی، اندیشه های غربی، اندیشه های شرقی، اندیشه های خیلی هم مخرب باشه برای ایران ما، نه اونا رو من خیلی مثبت نمیبینم و میبینم که توی 40 سال خیلی از فعالیت هایی که کردن خیلی آب تو هاون کوبیدن بوده. خب اینی که شما اشاره میکنید ببخشید خودش به یک نقیصه، به یک مشکل هم اشاره داره خود به خود. ببینید چرا جامعه ایرانی نتونسته یک جریان داشته باشه، یعنی چرا اینقدر گسستگی وجود داره؟ گسستگی همیشه در همه جوامعی هست که مردم در یک سطح یکسان از آگاهی های اجتماعی و فرهنگی قرار ندارن. ما الان طبق آمار جهانی 45% بی سواد مطلق و کم سواد داریم، یعنی افراد تا دیپلم در ایران. آمار خیلی تکون دهنده است ولی آمار راستیه. و شما وقتی با یک جامعه در تماس هستید که 45% بی سواد یا کم سواد داره، اصلا نمیتونید انتظار داشته باشید که این جامعه همگون باشه. ما باید یه آموزش های بیسیکی رو شروع کنیم به جامعه ایران بدیم، از ابتدای فرهنگ، تمدن، هویت، میهن پرستی، اینا مفاهیمی است که باید اول مردم بدونن. حقوق انسانی اولیه‌شون، برابری حقوق انسان‌ها رو باید بدونن. خیلی از چیزهایی که در این 40 سال بهشون که آموزش داده نشده، بلکه در عکسش تبلیغات شده و حقوق نابرابر بین انسان‌ها، خودی و ناخودی کردن افراد در یک جامعه، اقلیت و اکثریت کردن افراد از نظر باورها و نگاه‌های دینیشون یا جهان بینیاشون، تفاوت هایی که بین انسان های حتی درون ایران میذارن، مثلا بین خود شیعه و سنی تفاوت هایی که میذارن، خودی و ناخودی هایی که میکنن، بین زنان و مردان تفاوت هایی که میذارن،
تمام اینها ایجاد میکنه جامعه ناهمگون رو که نمیتونن یک اندیشه واحد حتی پیدا کنن، به خاطر اینکه دانششون انقدر کمه. مثلا باید اول آموزش ببینن همه، یک اندازه حداقل همه رو بتونیم در یک لول بیسیک یا پایه آموزش بدیم، از اون افراد شروع کنن به دست آوردن حقوق خودشون، یعنی مردان و زنان و بچه ها و نمیدونم افراد مسن‌تر جامعه با هر نوع نگاهی، با هر نوع بینشی، با هر نوع سطح اجتماعی بتونن حداقل یک حقوق مساوی پیدا کنن. درسته. شما به یک نکته اشاره کردید اونجا که گفتید که خب خیلی ها هستن که ممکنه حتی سلبریتی شده باشن و تو کار خودشون هم مثلا موفق باشن اما چهارت کتاب هم نخونده باشن. اتفاقا ما یه دسته که داریم همین زنان ایرانی هستن که مثلا زنان متخصص که صرفا متخصصن، هیچ چهره رسانه‌ای هیچ چیزی هم نیستن و خیلی هم باسوادن، خیلی هم کتاب خوندن. مثلا نمونش که بخوایم مثال بزنیم مثل مریم میرزاخانی و همسایه‌ای که زیاد هم هستن در سراسر جهان، این زنان خیلی هم میگن که خب اینها این مشکل از خودشون هست، یعنی خودشون شخصیتی دارن که خب صرفا درسته که کاراشون تأثیر گذاره بر وضعیت علم و وضعیت بشر تأثیر گذاره، ولی خب خودشون الگو نمیشن، یعنی شخصیتی ندارن که بخوان به الگو و لیدر در جامعه تبدیل شن. و از طرف دیگه خب خیلی میگن که نه، جامعه ما به جای اینکه بره مثلا بیسواد رو سلبریتی کنه، مثلا میتونه بیاد این تحصیل کردگان رو، این متخصصین رو سلبریتی کنه. فکر کنید این ایراد از کدوم طرف، از جامعه است یا از فرد، و اینکه چقدر در جوامع دیگه هم به همین شکله، یعنی مثلا در جامعه آمریکا به همین شکله، یا این مشکل جامعه ماست؟ خیلی نکته خوبی رو اشاره کردین. اولا که من برای خود من بانو میرزاخانی یک زن بسیار بسیار تاثیرگذار به نظر من در حداقل در ایجاد خیلی از جوانان مانند خودش در ایران بوده. من خیلی ایشون رو دوست داشتم، حتی اگر که فعال فرهنگ‌مایه افتخار و بالیدن یک کشور چنین افرادی هستن به طور کلی، و همه زنانی که تحصیل کرده هستن و حتی اگر تحصیل کرده نیستن تخصص ویژه‌ای دارن و دارن کاری میکنن در جامعه ای، حتما الزامی نداره اینا باید فعال فرهنگی سیاسی باشن. اما این متاسفانه یکی از مشکلات کل فرهنگ ایرانی ماست که یه عده‌ای رو ما داریم که متعب و افتخار میشینن جلوی دوربین های مختلف میگن ما سیاسی نیستیم. یکی از اشکالات ما اینه، یعنی شما وقتی که میگین من سیاسی نیستم یا در هیچ گروه و فعالیت رو دسته ای هیچ وقت فعالیت اجتماعی نکردم، داری نشون میدین من این کرکتر ادابتبل یا اجاستبل یا تطبیق پذیر رو ندارم، من اصلا بلد نیستم کار گروهی بکنم. این یکی از مشکلات است که ما داریم و اتفاقا اصلا نکته جالبی نیست. ما باید بتونیم هممون یک سری فعالیت های گروهی تیم ورک رو انجام بدیم. حالا این میتونه یک تیم ورک باشه، نیکوکارانه باشه، در یک NGO کار کنیم، یا میتونیم ما یک سری فعال فرهنگی باشیم، بشینیم مثلا با هم دیگه یک کار فرهنگی بکنیم، کتاب کودکان بنویسیم، شعر بگیم، یا نقاشی بکشیم، یا مثلا کارهایی میتونیم بگیم، یا میتونیم کار سیاسی گروهی بکنیم. این یکی از ایرادات ماست به عنوان یک ملت که کار گروهی خیلی بلد نیستیم و تمرین هم نمی‌کنیم. یک شبه ما نمیتونیم به ملت رو وادار کنیم به کار گروهی تبدیل کنیم به مردمی مثل ژاپن که کل زندگیشون روی تیم ورک میگذره، ولی با این کار رو شروع کنیم و تمرین کنیم. حتی اگر که ما افراد متخصص هستیم و سیاسی ممکنه کار سیاسی بلد نباشیم یا نتونیم یا در اون حوزه علاقه نداشته باشیم انجام بدیم، ولی ما باید بلد باشیم تیم ورک بکنیم در کارهای دیگه مربوط به کشورمونه. حالا میتونه فرهنگی باشه، میتونه انجی های نیکوکارانه باشه، کارهایی بکنیم مثلا را بیافتیم پول جمع کنیم، امکانات جمع کنیم برای بچه‌های مثلا خیابانی در ایران یک جایی رو فراهم کنیم، میتونیم برای دختران فراری در ایران یه کاری بکنیم، میتونیم کلینیک های روانشناسی را بندازیم، چند تا مثلا روانشناس و روانپزشک دور هم جمع بشیم و مثلا یک کلینیک درست کنیم برای بچه ها و زنهای آسیب دیده ای که در اجتماع وجود دارن، مشکلات روحی و روانی اینا رو مثلا شروع کنیم به طور رایگان.
حل کنیم و کمکشون کنیم. ببینید همه نوع تیم ورک میشه انجام داد، حتی اگه شما علاقه ندارید به یک فعالیت خاص، در هر چی که تخصص دارید میتونید یک کار گروهی بکنید. و این خیلی مهمه که ما به زنان به خصوص یاد بدیم که این هنر نیست که شما بگید من در هیچ گروه و فعالیتی هیچ وقت شرکت نکنم. این یک نوع به اصطلاح شرمساری است برای همه ما که نمیتونیم با هم دیگه کار کنیم. بسیار عالی. خانم دواچی، به نظر شما چرا امثال مریم میرزاخانی برای دختران ایرانی به الگو تبدیل نمیشن و اتفاقا مثلا الگوهاشون کسایی هستن که شاید کتاب نخونن، شاید زیاد اهل علم نباشن؟ آیا در مثلا در جامعه استرالیا به این شکل هست؟ خب ببینید، این یه بخشش برمیگرده به طبیعت آدم ها که مثلا بیشتر سمت چیزایی میرن که تبدیل شدن به مثلا چیزایی که ظاهر دارن، یعنی حالا نمیدونم، ظاهر بیشتر سمت چیزای ظاهری جذب میشن. حالا در مورد مریم میرزاخانی که من واقعا فکر میکنم واقعا یکی از تاثیرگذارترین زنان در ایران هستش و نه تنها در ایران، در جهان. حالا خیلی ها تونستن حالا دنبال کنن مثلا از طریق اینستاگرام، از طریق فیسبوک، ولی مسئله اینه که وقتی که دولت ایران به همچین زنایی، ببینین از یک طرف فضای مجازی و اینا، خب آدم ها در دسترسی دارن میرن، مخصوصا قشر جوان خیلی دسترسی دارن، خیلی استفاده میکنن. خیلی توی ایران من چیزی که دیدم مخصوصا بین سن تینیجرها، این خیلی استفاده از اینستاگرام خیلی شایع است. خب اون تو کسی که مثلا مریم میرزاخانی باشه، کسی که تمام وقت و فکرش این باشه که ریاضی حل کنه یا درس بخونه، زیاد نمیتونه تو اینستاگرام فعال اینستاگرامی باشه. این از یه طرف. خب اونا معمولا کسی رو میشناسن که فعالتر باشن، چهرهشون شناخته شده تر باشه. از طرف دیگه وقتی که دولت ایران یه دفعه به خاطر حجاب، یه دفعه به خاطر نمیدونم حالا هر چی، نمیذاره که اون به عنوان یک زن نابغه بیاد اونجا ورکشاپ بذاره، بیاد صحبت کنه، بیاد برای زنها برنامه بذاره، یا مثلا حتی بیاد اونجا گاهگاهی تدریس کنه، نمیدونم حالا یه برنامه، حالا هر چی، منظورم اینه که یه چیز عمومی باشه. خب مسلمه که اونا الگوشون رو که از کجا باید بگیرن؟ خب نمیگیرن دیگه. یعنی وقتی که اینستاگرام میشه الگو، مکان الگو برداری، معمولا اینطوریه که آدمایی که اکادمیکن یا آدمایی که، یعنی دو، نه که بگم اونی که تو اینستاگرام من چیزا میگم، یعنی دو نوع فعالیت داریم، یا اونی که تو اینستاگرام من و اونی که دارن درس میخوان، خب فرق میکنن. و اما مثلا تو استرالیا یه ذره مثلا چیزی که من دیدم هر دو طرفش هست، یعنی اینجا اگه یکی یه نویسنده خیلی خوب باشه، مثلا یه شومنی داشتن که چند وقت پیش فوت کرد، ولی یه شومنی بود که قد خیلی کوتاهی داشت و خیلی مثلا به قول خودشون گفتن دیسیبله، ولی این خیلی طرفدار داشت، واقعا الگو شده بود برای خیلی از جوانا که حتی اگه شما مثلا دیسیبلیتی دارین یا یه ناتوانی دارین، یا حالا نگیم ناتوان، یک چیزی هستین که نمیتونین مثل بقیه باشین، از توانایی دیگرتون استفاده کنین. خب چرا؟ برای اینکه اون آدم مدام به صورت عمومی در فضای عمومی میومد، سخنرانی میکرد، میومد حرف میزد، این ور میرفت، اون ور میرفت، هم تو اینستاگرام بود، هم تو پابلیک بود. ولی تو ایران نه، این دوتا نمیشه. یعنی یکی که توی مثلا اینستاگرام، اگه یکی، مخصوصا زنا، یعنی این در مورد زنا خیلی بدتره. یعنی آقایون اشکال نداره که هر چقدر معروف باشن و حالا بذارن تو اینستاگرام، خانم ها، زن ها به خاطر چی؟ به خاطر حجابشون، به خاطر یه سری مسائل دیگه خیلی فرق میکنن. من فکر میکنم دلیلش اینه، یعنی وقتی که فضا نیست. خب اون طرف ببینید، خانم آرتمیس به نقش تو دانش، آگاهی، سواد، اینها در توسعه یافتگی اشاره کردن. آیا توی جامعه توسعه یافته، مثلا در هم جامعه استرالیا، آیا جوامع توسعه یافته با جوامع جهان سوم از این لحاظ یعنی فرقی ندارن؟ میتونید شما بگید؟
چرا فرق؟ ببینین در مورد مسائل سوشال میدیا یعنی رسانه اجتماعی الان اصلا یه بحث خیلی کلن تو همه دیگه، یعنی الان من خیلی از تزار رو دارم میبینم تو دانشگاه که در مورد استفاده تینیجر از استفاده نوجوانا از رسانه اجتماعیه. من اینو دارم میبینم که اینجا داره این بحث میشه. این نیستش که فقط بگیم که نه فقط مثلا توی ایرانه، توی استرالیا به نحو دیگه است، اما هر دو طرف امکان حضور دارن، نه اینکه فقط مثلا یه عده بیان و یه عده به خاطر اینکه حالا مثلا زنن تو کنسرت میان زنها رو میارن پایین، نمیدونم حجاب برای حجابشون، برای خیلی از چیزای دیگه. به نظر من تفاوتش اینه، یعنی این فرق اصلیه که وجود داره بین این دوتا کشور، نه اینکه بگم هیچ فرقی وجود نداره، فرقش در اینه. فرقش اینه که اینجا اگر زن باشی و لیدر باشی و بخوای میتونی خودتو، حالا نه خیلی زیاد نه موانع زیادی وجود داره، ولی باز هم تو به خاطر زن بودنت پس زده نمیشی، در حالی که توی ایران موانع خیلی بیشتر و تو خیلی باید اون موانع رو پس کنی که مثلا بتونی شناخته بشی به صورت عمومی. یه من فکر میکنم این باشه دلیل. درسته. خب پس یه بخشیش هم پس این که شما توضیح دادید مربوط میشه به بحث اینترنت و تکنولوژی و خیلی به بحث فرهنگی کشورها مربوط نیست، به آشنایی اون شناخت تکنولوژی که هنوز چون تازه هست شاید این اتفاق میفته. درسته. ببینید خب باز دوباره یه مسئله دیگه پیش میبینید، خب تکنولوژی هست درسته، این یه بحثه، ولی اون درصدی که توی جامعه ایران داره از رول مدلش رو الگوهای غلط انتخاب میکنه و کشیده میشه به سمت و نمیشناسه الگوهای خوب ایرانی رو و تمایلی به پیروی از اونها نداره، درصدش خیلی بالاتر از جامعه‌ای مثلا جامعه‌ای که تو استرالیا، چون من دارم ادویکیشن سیستم و سیستم آموزشی اینجا رو می‌بینم که بچه‌ها یه جوری بهشون آموزش داده میشه که مثلا خیلی سمت این چیزا نرن، خیلی حالا بعدش میرن، ولی منظورم اینه که توی اون اگه مادر پدر حواسشون باشه این کمتر اتفاق میفته، نه که بگم نیست، کمتر اتفاق میفته به نسبت درسته. خانم آرتمیس، خانم دواچی، این نکته که اشاره میکنه اینه که به نظر میاد تکنولوژی در ایران یه جوری به حالا نگیم دشمن، به نقطه مقابل فرهنگ و تاریخ ما تبدیل میشه، یعنی که بچه ها به جای اینکه مثلا از فرهنگ و تاریخشون خیلی بدونن، این تکنولوژی باعث میشه که مثلا به سمت ظواهری برن که شاید حالا مثلا خود شما گفتید خیلی از سلبریتی‌ها کتاب هم نخوندن. چی فکر میکنی؟ نخواستین که شما تو صحبتتون گفتین که ایرانی کشور جهان سومه، نمیتونیم بگیم ایران کشور جهان سومه، جهان سوم تعریفش اینه که شما زیرساختای مثل جاده و آب و اینترنت و اینا حتی تو اون کشورها وجود نداشته باشه. ما کشور هستیم یا در حال توسعه هستیم، جهان سوم کشورهای آفریقایی معمولا هستن الان دیگه، همه جای دنیا تقریبا در حال دیولوپینگ محسوب میشن، حتی مثلا یک کشور لاو آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی اونا هم حتی خیلی هاشون به صورت دیولوپینگ تعریف میشن. اما از نظر اینکه تاثیر تکنولوژی چگونه است، من اینو اصلا عامل مهمی نمیدونم. بیشترین چیزی که من دارم میبینم که در دنیا تاثیر میذاره روی شکل دادن یا سمت و سو دادن نسل جوان، پدیده گلوبالیزمه و اینکه میخوان افراد رو، گلوبالیست ها میخوان افرادگار و مبتذل اندیش کنن. برای همین شما نگاه کنید تمام آثار هنری 30-40 سال اخیر رو مقایسه کنید با دهه 50-60 میلادی، در هالیوود نگاه کنید، در عرصه موزیک نگاه کنید، در خیلی از چیزا که نگاه میکنید، در این 30-40 سال اخیر افراد رو از مثلا فرض کنید موزیک راک که میتونست حرفی واقعا برای گفتن داشته باشه، سوق دادن به رپ یا هیپ هاپ.
یا فیلم های هالیوودی رو از فیلم های تاثیرگذاری که واقعا میتونستن جنریشن ها رو نسل ها رو به حرکت در بیارن تبدیل کردن به یه مش ساینس فیکشن پیش پا افتاده و مبتذل و بی ارزش و وقت تلف کن و چیزی به نسل جوان یاد نمیدن. این اتفاق در همه جهان افتاده، ایران نیست، در غرب بسیار بسیار وضع از این چیزی که شما فکر میکنید وخیمتره. نسل جوان بسیار بسیار کم دانه. در شرق این رو اصلا کار در شرق این رو خیلی نسبت میدن به غرب و فرهنگ غربی، اما این که الان شما میگید فرهنگ غربی هم نیستش، این فرهنگ پس از کجا میاد؟ این گلوبالیست ها بهتون دارم میگم، دارم میگم گلوبالیست ها، گلوبالیست ها یک نفر نیستن. گلوبالیست ها یعنی حاکمیت کورپوریشن های بزرگ بر جهان به جای نیشن استیت ها یا دولت ملت ها، و برای همین شما میدید اینقدر بر طبل برداشتن مرزها، قاطی کردن همه فرهنگ ها و بی‌هویت کردن مردم میکوبن، برای اینکه شما وقتی که هیچی ندونی از هیچی، خودت هم نشناسی، ریشه هات هم نشناسی، تعلق احساس نکنی به خاک و به یک فرهنگ، درنچه پروموت نمی کنی اون فرهنگ و دستات همیشه برای تسلیم بالاست و هر خوراکی به تو بدن میخوری. برای خب همین میبینید که موسیقی و فیلم به مردم میدن و کتاب های مبتذل به مردم میدن و ذائقه مردم جهان، نسل جوان رو میارن پایین. و آگاهی ها، شما باور نمی کنید تو آمریکا، اینو باور شما نمی کنید، در بعضی از استیت های آمریکا میزان ایژوکیشن رو از روی نالج رو میبینن و از این که مثلا شما بتونید یه پاراگراف بهتون میدن درست حسابی بخونید و معنی کنید و بدون غلط بنویسید یه پاراگراف رو، باور نمی کنید میزان خوندن و نوشتن سطحش در آمریکا به حدی اومده پایین که اصلا به حال زنگ خطر رسیده. یعنی در بعضی از استیت های آمریکا، بله شما دو تا نکته دارید مطرح میکنید. ببینید یکی بحث اون ابتذالی هست که دارید میگید، یه بحث دیگه اون بحث برداشتن مرزها و همگن شدن اینها که میگید. خب خیلی ها اتفاقا میگن که این برداشتن مرزها، همگن شدنه که به صلح و برابری و اینا کمک میکنه. نه چنین چیزی نیست، عملا نشون داد که در خود آمریکا یک دیوایدد نیشن بزرگ داریم و در همه کشورهای اروپایی هم همین اتفاق میفته و برای همین دارید میبینید که جنبش های ناسیونالیستی داره رابط رو میبرن، برای این که انسان ها بدون هویت و بدون ریشه نمیتونن زندگی کنن. و بعد از یه مدت میبینید به خصوص الان در اروپا، شما دارید اروپا رو تقریبا داره تخلیه شده از فرهنگ اروپایی میبینید، برای اینکه افراد رو دارن به صورت، من بهشون میگم گله ای، یعنی دسته های شاید بگم چند صد هزار نفره دارن همینطور مهاجر وارد اروپا میکنن و این موجب میشه که به مرور اینا زاد و ولدشون از اروپایی ها بیشتر میشه، اینا میان سران قدرت رو میگیرن، پست های مختلف رو میگیرن و جامعه بومی اونجا رو میبلعن و فرهنگ اروپایی رو میبلعن و به مرور اونا رو از بین میبرن. و الان شما اونجوری که میبینید در 20 سال آینده، اینا آمارای جهانی، در 20 سال آینده جمعیت مسلمانان جهان 30% افزایش پیدا میکنه، به 2.2 میلیارد آدم میرسه و شما یه فاجعه جهانی اتفاق میفته. برای چی؟ برای که شما نمیتونید همه دینا رو مثل هم بدونی و همه دینا هم در محدوده خصوصی شما کار نمیکنه. به مرور میان اینا شما رو، همون اتفاقی که الان در ایران افتاده و مردم فرار کردن، اون اسلام عزیز داره میاد همین غرب رو میبلعه و بعد دیگه برای شما جایی نمیمونه رو کره زمین که زندگی کنید، چون شما میخوان همه جوره شما رو کنترل کنن، همه جوره به شما بکن نکن کنن، همه جوره حقوق نابرابر بر شما ایجاد کنن و عرصه جهانی رو میبرن. حالا در کنار این عقیده اسلامی، گلوبالیستا دارن با اینا همکاری میکنن. چرا؟ برای که گلوبالیزم بر مبنای منافع کورپوریشن کار میکنه و میگن قدرت‌های اقتصادی باید فقط باشن در همه جای جهان و اینا هستن که باید بتونن سیاست و فرهنگ و همه چی به شما حقنه کنن، به شما دیکته کنن. برای چی؟ برای که شما تعهدتون به کشورتون نخواهد بود، تعهدتون به کورپوریشنیه که توش استاک مارکت رو داریم، تو مارکتش استاک داریم، شما رو به مرور حل میکنن تو خودشون و این بدترین اتفاقی است که در جهان آینده خواهد افتاد. درسته، بسیار عالی. خانم دواچی، نظر شما چی است؟ آیا قبول دارید اینطور که خانم آتمیس میگن
که این مسئله به رادیکالیسم و ناسیونالیسم دامن زده، یا اینکه نه واقعا این صلح و برابری، آخه خیلی هم میگن مثلا فمینیسم همین برداشتن مرزها به فمینیسم کمک میکنه، شما چی فکر میکنید؟ ببینید اون سوالی که شما از من کردیم به اون مسئله که خانم گفتم فرق میکنه، به خاطر اینکه شما پرسیدین که در ایران چرا مثلا رول مدل ها فرق میکنه، یعنی الگوها فرق میکنه و چرا مثلا سمتی که مثل مریم میرزاخانی جذب نمیشن. من چیزی که ایشون میگم من باهاشون موافقم، یعنی دقیقا از یه بود واقعا درسته، چون که واقعا جهان داره به یه سمتی میره که یه جوری باشه که مثلا سیستم آموزشی بچه ها رو سعی میکنن تو مدرسه، حالا البته استرالیا هنوز به اون مرحله مثلا که خوندن نوشتنشون بیاد پایین نرسیده، اما مثلا خیلی از بچه ها الان دارن معلم خصوصی میگیرن و دارن تلاش میکنن که مثلا این سطح نوشتن خوندن بره بالا، یعنی هنوز خیلی پایین نیومده. اما من با مسئله این که حالا این یه بحثه که حالا من میذارم کنار، بخاطر اینکه من موافقم با اینکه خب بله این به یه سمتی داره میره که اصلا آدم ها رو اینا میخوان همه رو مثل هم کنن و مثلا میگه همه مثل هم باشن و بچه ها مثلا مخصوصا بچه ها، حالا اون بازی مبحث جداست که آخه ببخشید ببینید این یه تضاد ایجاد میکنه. وقتی در مورد مثلا ایران صحبت میکنیم، اتفاقا الان خواسته فرسون زنان ایران به عنوان نیمی از جمعیت همین هست، میگن ما دوست داریم مثل زنان دنیا باشیم، آزاد باشیم و مثل اونها باشیم، و اتفاقا حکومت میگه که نه شما زنان مثلا ایرانی اسلامی هستین و باید فرق. ببینید آخه مسئله اینه که بحث وقتی که بحث اولا که دولت توی ایران میگن که ما ملت مسلمان، یعنی به عنوان یک مسلمان خودشون رو جدا میکنن از بقیه جهان، یعنی میگن ما میخواییم مثل مسلمانی دیگه باشیم، یعنی تو اون حالا البته که نیستن ولی خب حالا مثلا میگن ما اونجوری میخواییم باشیم. بعد در مورد اینکه حالا بخوان جهانی باشن، ببینید همیشه ایران توش الان مخصوصا توی یک انزوای رفته که ترجیح میده جهانی نباشه، این ترجیح میده که تو اون پوسته خودش باشه، حالا به دلیل فشارهایی که هست و به دلیل اتفاقاتی که افتاده. ولی مسئله اینه که ببینید وقتی که میگیم جهانی یعنی همه همدیگر رو بپذیرن بدون دین، حالا نه که دین هر کس مال خودش باشه، مذهب هر کس مال خودش باشه، سیاست از دین جدا باشه، این میشه جهانی. نه اینکه مثلا الان اگر قرار بود جهانی بشه که الان میزان حملات تروریستی باید میومد پایین، اگه قرار بود که جمع شه خیلی چیزا باید عوض میشه، ولی این اتفاق نیفتاده. در مورد جنبش های فمینیستی هم همین بوده، یعنی خیلی تلاش کردن حالا اول بیان بگن ما مثلا فمینیست اسلامی داریم، ما فمینیست جهان سوم داریم که با فمینیسم غربی فرق میکنه، بعد اومدن گفتن که نه اصلا ما همه یکیم، اصلا جنسیت مطرح نیست. ولی واقعیتش اینه که خب مثلا من خودم یکی از منتقدای این مسئله هستم، در مورد ایران ما نمیتونیم اون فمینیسم رو اجرا کنیم و نهایتا به یک تناقضی میرسیم مثل الان، یعنی الان نمیتونن جهانی بشن، نمیدونن هویتشون چیه، یعنی الان ایرانی توی یه چالش هویت، یعنی زن ایرانی نمیدونه باید چه کار کنه، چون یه تلویزیون بهش الگوی مذهبی معرفی میکنه، از این بر میاد با تلویزیون و با اینترنت و اینا الگوهای دیگه میبینه، یعنی با جهان غرب کاملا آشناست، این برم مذهبه، از اون برم مسجد و نماز و اینا که میگن زن باید اینجوری باشه. یعنی میدونی ایران هیچ وقت الان این چالش هست که از این حالت هیچ وقت نمیتونه جهانی بشه، در این حالت نمیتونه تجربه گلوبالیزیشن شدن رو داشته باشه و به زر و اگر بشه خب چه بهتر. درسته بشه. الان ببینید یه اتفاقی که افتاده این هستش که تا حالا شاید مثلا تا سالهای قبل حداقل قبل از دهه 96 زنهای ایرانی هم مبارزاتشون به شکلی بود که مثلا خیلی ها میشه گفت که مبارزات صلح‌جویانه بود، خیلی شاید اصلاح طلبانه بود به نوعی، حتی
و اینها خب خیلی هم پیشرفتی نداشتن، یعنی نگاه میکنم مثلا در طول 20 سال خب هیچ حقی رو نتونستن به دست بیارن، نه حجاب رو تونستن، نه ورود به ورزشگاه و نه هیچ حقی رو نتونستن به دست بیارن. اما از طرف دیگه مثلا بعد از دیمای 96 که نگاه میکنیم و حرکت بیدا موحد دو دختران انقلاب نشون میده که دیگه راه قدیم رو قبول ندارن دختران امروز و یک حرکت انقلابی انجام دادن و شجاعت ها شهامت ها خیلی بیشتر شده و دارن خط قرمز ها رو خیلی راحت یعنی عبور میکنن ازش. این فکر میکنیم چیه؟ آیا دارن جامعه ایران داره از اون مذهب داره رد میشه و داره به حالا نمیدونم داره جهانی میشه و این جهانی شده اصلا خوبه؟ اگر بده جامعه ایران پس باید به کجا بره؟ چه اتفاق باید بیفته؟ یعنی از طرفی خب اون مذهب رو نمیخواد، اون حکومت رو نمیخواد، محدودیت ها رو نمیخواد، از طرف دیگه مثلا خانم آرتمیس معتقدن که جهانی شدن هم چیز خوبی نیست، پس باید چه کار کنن؟ بله خب ایشون جهانی شدن رو از اون منظر گفتن که یه منظری گفتن که مثلا تو اروپا الان خب آره همه اومدن و بعدش اون جامعه لوکال اروپا کلن گم میشه، یه فرهنگ دیگه غالب میشه. ما دارن فکر من اگر اشتباه نفهمیده باشم منظورشون از این زاویه دارن نگاه میکنن. اما در مورد ایران ببینید قبلن یه حرکتی بود توی جامعه، تو بطن جامعه فعال حقوق زنان میتونستن حرکت کنن، اصلاح طلبا بودن. خب خیلی درست خیلی کارهای شاید بزرگی در حوزه سیاست گذاری نشد، اما خب به هر حال همون فعالیت ها بود، کمپین 1,000,000 امضا بود. مثلا من یادم خیلی خیلی بازتر بود فضا از اینی که الان هست، ولی الان هر شهروند تبدیل شده به یک فعال، یعنی الان فضا فرق کرد. الان به واسطه همین رسانه ها هر شهروند تبدیل شده به یک آدمی که میخواد حقش رو بگیره. خب 40 ساله دارن تحمیل میکنن حجاب رو به زنها، بعد از 40 سال یعنی یه نسل، خب مثلا یه نسل که ساختن، ولی این نسل نسلی هم که ترجیح میدن حرکت های انقلابی کنن. یه عده میگن نه این قابل قبول نیست، چون هر چقدر حرکتی در داخل ایران انقلابی تر باشه حکومت ایران بیشتر باش مقابله میکنه. نمونهش هم حکمایی بود که برای دختران انقلاب دادن. ولی من چیزی که در مورد ایران حس میکنم در مورد زن ایرانی، به نظرم جهانی شدن اگر به سمت این باشه که بهتر کنه فضا رو و فضای عاری از تعصب باشه، اون جهانی شدن رو میتونیم بگیم خوبه اگر به اون سمت بره. ولی من یه چیزی که خیلی در مورد ایران، در مورد زن ایرانی خیلی دارم، خیلی بر من جالبه مخصوصا این نسل بعد از ما، اینه که هر فرد تبدیل به یه اکتیویست داره میشه. یعنی الان شما ویدئوهای آزادی های یواشکی رو نگاه کنین، ویدئوهای نمیدونم چهارشنبه سفید، خب درسته شاید خیلی مثلا کار بزرگی نباشه، ولی همین که بعد انقدر باشون برخورد کرده نشون میده که اینا دارن جلو میرن، دارن یک تغییر در جامعه ایجاد میکنن و هر فرد تبدیل شده به یک حرکت اعتراضی. شاید این در آینده جواب بده، که ممکن هم هست جواب بده، یعنی الان دیگه بیشتر اونا فعالن. درسته. خب بسیار عالی. خانم آرتمیس شما چی فکر میکنید؟ ببینید زنان ایران تا قبل از دیمای 96 دستاورد خاصی نداشتن در برابر حکومت، بعد از دیمای 96 دست دادن به حرکت‌های شجاعانه و انقلابی و کل اون خط قرمز دارن رد میشن. اما خب چیزی که میخوان زنان مثلا دختران انقلاب مشخصا همون جهانی شدن، مثل زن جهان شدنه که شما میگید که مثبت نیست، پس باید چی کار کنن؟ اولا که من بسیار بسیار برای تمام زنان ایرانی و تمام مبارزاتی که در این 40 سال کردن علیه این حکومت اسلامی بسیار بسیار ازشون سپاسگزارم و من واقعا زنان ایرانی رو دوست دارم، برای که شهامتی که در عرصه های فرهنگی و سیاسی از خودشون نشون میدن بسیار بسیار بهتر و برتر و بالاتر از مردان بوده در این 40 سال. این کارشون واقعا باید ازش سپاسگزاری و قدردانی بشه. دوم اینکه
زنان ایرانی در بعد از 96 اون حرکت به اصطلاح حجاب رو بر سر چوب کردن در واقع بازگشت به ریشه های ایرانی است، نه جهانی شدن. ما اگر که فرد بر همینی که من خدمت شما میگم ما فرهنگ بومی خودمون رو نمیشناسیم، شما فکر کنید چه اندازه از ایران پیش از اسلام میدونید، چه اندازه از اندیشه های ایرانیان 4000 سال پیش و 3000 سال پیش میدونید. ما مترقی ترین مردم جهان بودیم و هستیم. در تاریخ کسی جلوتر از ما آزادی گزینش رو در جهان مطرح نکرده که زرتشت بزرگ آزادی گزینش رو برای زن و مرد یکسان گذاشته. ما تنها ملت جهان در جهان بودیم که نگاه جنسیتی هرگز نداشتیم. یعنی ما نیازی اصلا به فمینیسم نداریم. ما اگر برگردیم به هویت خودمون، ما اصلا انسان‌ها رو به صورت انسان نگاه می‌کردیم. هرگز در هیچ کدوم از گفتار زرتشت و در هیچ کدوم از گفتار نوشته‌های کهن ما مثلا دینکرد، مثلا مینوی خرد، در تمام نوشتار نامه تنصر یا وصیت نامه سیاسی اردشیر پاپکان شما هرگز نمیبینید انسانهای ایرانی رو حتی به جنس زن و مرد تقسیم کرده باشن. انسانهای ایرانی رو به عنوان انسانها یکسان دیدن و چون ما نگاه جنسیتی نداشتیم و چون آزادی گزینش داشتیم و چون مبنای زندگی ما خرد بوده و نه دیکته کردن وحی از آسمون به زمین، بلکه سخن زرتشت بوده به اهورامزدا، یعنی در واقع برعکس همه ادیان دیگه ما از زمین به آسمان پیغام فرستادیم، ما به خدای خودمون از زمین پیغام فرستادیم، نشستیم وحی از بالا بیاد به پایین و به ما زندگیمون و نفس کشیدنمون رو دیکته کنه به اصطلاح. برای همین شما یک تفاوت بسیار بسیار بزرگ میبینید در کشوری مانند ایران که صادر کننده اندیشه به همه جهان بوده، به جهان غرب بوده و پس از اون به غرب بنیاد اندیشه های ارسطو و افلاطون بر مبنای بنیاد اندیشه های زرتشت پیگذاری شد، برای که اونا 2500 سال پیش بودن، زرتشت 3700 سال پیش بوده. خودشون اعتراف کردن که بنیاد اندیشه ها رو سرنیتی یا به خوشبختی رسیدن ما اصلا زرتشت گرفتیم و بقیه اصول اندیشه رو. بنابراین زنان ایرانی اون چیزی که میخوان نیستش که ما میخوایم جهانی بشیم. زنان ایرانی حقوق انسانی خودشونو میخوان، نه حتی حقوق برابر با مرد، حقوق به عنوان یک انسان. اصلا مرد و زن نداره. ما نباید نگاه بکنیم که کی مرد کی زنه. هر یک انسان یک انسانه و یک اندازه حقوق داره، یک اندازه رأی داره، یک اندازه باید صدا داشته باشه، یک اندازه باید حضور در جامعه داشته باشه، نقش داشته باشه، در مورد اموال خودش تصمیم بگیره، در مورد ارثش تصمیم بگیره، در مورد شغلش تصمیم بگیره، در مورد همسرگزینیش تصمیم بگیره. این اصول رو مردم ایران میخوان، جهانی شدن رو نمیخوان الزاما. و این اصول چیزایی است که ما از همه ملت‌های جهان زودتر اینا رو داشتیم. ما منشور حقوق بشر رو نوشتیم که شد 10 بند امندمنت اول هیومن رایتس آمریکا. هیومن رایتس آمریکا از روی کوروشنامه ما گرفته شد. در نتیجه شما چیزی اضافه تر از ما خودمون بودیم و نمیخوان مردممون. ما اگه همونایی که در 3000 سال پیش داشتیم رو امروز در ایران بتونیم پیاده بکنیم، از هنوز جهان ما مترقی تر میتونه اندیشه هامون باشه. و هست و هست. همینجوری که شما میبینید زنان ایرانی با هیچ کدوم از همسایگان اطرافشون اصلا برابر نیستن. حتی زنان کم سواد ایرانی اون نیرومندی و استحکام و کرکتر رو در خودشون دارن که خیلی از زنهای تو سرخور کشورهای اطراف بیچاره سرکوب شده های هزاره ها هرگز نمیبینید اون حالت زنان ایرانی رو داشته باشن. در نتیجه خیلی خیلی مهمه که ما بدونیم الگوهای غربی الزاماً کنیست، همونجور که الگوی اسلامی الگوی ملی ما نیست، الگوی اصلا ملت ایران نبود و نیست. و برای همین همیشه شما یک دوال لایف میبینید در ایران، زندگی دوگانه ای که حکومت به شما یه چیز حکومت دیکته میکنه ولی مردم یه جور دیگه زندگی میکنن، مردم یه جشنای دیگه رو تو خونشون دارن میگیرن، مردم یه مدل دیگه لباس میپوشن تو خونشون، یه غذاهای دیگه رو میخورن، کارهایی رو میکنن که اون دین ازشون محرومشون میکنه، برای که اونا فرهنگ هویتیشون و ملیشونه. درسته. خب این فرهنگی که شما گفتید سایه‌ای در زنان ایران داره، اما خب زنان ایران یه واقعیتی هم هست که الان 40 سال است که زیر پرچم جمهوری اسلامی دارن زندگی میکنن و با اون شرایط سخت و محدودیت ها و حقوقی که ازشون سلب شده. در این وسط خب یه زنانی که خیلی تاثیرگذار هستن زنان الگوی داخلی کشور هستن، حالا کسانی که به عنوان الگو شناخته میشن، مثل زنان هنرمند، مثل بازیگران سینما، مثل زنان ورزشکار، زنانی که توی تیمای ملی ایران بازی میکنن، اینها به نظرتون تاثیرشون چی هست بر
زنان و دختران کشور. ببینید چون از طرفی عده میگن که اینها به زنان شجاعت میدن و راهای بهره موفقیت تو همون شرایط رو هموار میکنن برای خودشون و الگو میشن برای دیگران، از طرف دیگه میبینیم که خب خیلی ها میگن که نه اینها دارن ناخودآگاه، حالا یا مجبورن و خیلی جاها شاید خودخواسته دارن فرهنگ جمهوری اسلامی رو ترویج میکنن، از جمله همون حجاب رو ترویج میکنن، از جمله خیلی از اون فرهنگ مرد سالار یا زن ستیز رو ما مثلا در فیلم های ایرانی هم میبینیم، در یا مثلا در اظهار نظرهای هنرمندان و ورزشکاران هم میبینیم. تاثیر این زنان چی است به نظر شما؟ همونجوری که من قبلا به شما گفتم، اصلا ما نباید کلیگویی کنیم. کلیگویی هیچ کس رو به هیچ جا نمیرسونه. ما توی همون طیف هنرمند و بازیگر و حالا افرادی که در عرصه‌های گوناگون سلبریتی‌های ایران هستن، یه تعدادی بانوان بسیار بسیار روشن‌اندیش داره که افرادی هستن قابل احترام هستن، هم در عرصه فرهنگی هم در عرصه هنری و هم از نظر شخصیت فردیشون. اینا اصلا یک کاتگوری باشیم همشون یه جور تاثیر خوب یا یه جور تاثیر بدن. یه عده‌شون هستن که من بهشون میگم شاید کمتر هنرمند، افرادی که کمتر پرنسیپ دارن یا اصول به اصطلاح اخلاقی و فرهنگی رو میخوان حفظ بکنن، افرادی هستن که با حزب باد حرکت میکنن، بده خوششخصی برای حکومت میکنن، میرن رأی میدن، انگشت حماقتشون هم نشون میدن، عکس میگیرن و میذارن و به حد میرن باز رأی میدن. یه عده‌شون هم هستن که کاملا پروموت میکنن فرهنگ اسلامی رو و درون ایران رو و خب اونا بیشتر و بیشتر با رسوایی های اخلاقیشون هست و ما میبینیم که چه تظاهر و دروغ زیاد یاد واقعا. نه ببخشید، دو تا مسئله هست. ببینید یک دسته اون زنانی که شما عذرخواهی میکنم، یه دسته اون زنانی که شما گفتید که خب خیلی نازنین هم مترقی هم، اینها خب در اون زنان هنرمند در اقلیت هم خیلی کمتر زنی داریم که مثلا از در هنرمندان از زن از دختران انقلاب حمایت کرده باشه. خب اونا خیلی در اقلیت هستن، اما اکثریتی که داریم ازشون صحبت میکنیم کسانی هستن که مظاهر مدرن دارن، یعنی که ظاهر مدرن، آرایش مدرن، شاید سبک زندگی ظاهرشون مدرن، اما حرفای گاهی میزنن، حمایت‌های از حکومت میکنن که اینها نشون میده که خب اینا تاثیرات مثبتی نمیتونه داشته باشه، دارن در یه خط دیگه حرکت میکنن و خب تاثیر هم میذارن چون به هر حال ظاهرشون گیرا هست برای دختران، ممکنه این افکارشون هم ناخودآگاه تاثیر بذاره. و مسئله دیگه این که خیلی وقتا وقتی اینا حتی میان مثلا بعضی از هنرمندان میان از مردم هم حمایت میکنن، یه سوء ظنی در جامعه در شبکه های اجتماعی زیاد میبینیم که میگن که طرفداره مثلا نونبه در خروج خوری میکنه. چی فکر میکنه؟ ببینین، من داشتم همینه براتون میگم، گفتم که شما اول کاتگوری نیستن، افراد مختلفن، در همه نیام همینطوره. شما در هالیوود افتضاح ترین سلبریتی های جهان رو میبینی، بدتریناش رو میبینی، جنبش میتو که اینجا را افتاد که کردن به بیرونی به اصطلاح کارگر پرودیوسر های برنامه های مختلفیان و بعد تازه گندش در اومد، البته خراف بشه که تعدادی از اینها مورد تجاوز قرار گرفتن، چه چون سوء استفاده های مختلف جنسی ازشون شد، چه اتفاقات بدی همه بر این زندگی اینا میافتاد. من میخوام اینو بهتون بگم، در همه جای دنیا بد بیشتر از خوبه، مبتذل بیشتر از به اصطلاح افراد با کوالاتر هست و افراد خودفروخته در همه جای جهان، افرادی که پرنسیبی ندارن چون کم سوادن، چون آگاهی ندارن که با پول یا با خیلی از شرایط دیگه برای گرفتن یه بازی، یه نقش در تلویزیون یا در سینما حاضرن برن، همه کنن، همه نوع تبلیغاتی انجام بدن، فقط نون شبشون رو در بیارن. ما همیشه اینا رو داریم، ولی مهم اینه نسل جوان و مردم درون ایران خیلی سلبریتی ها رو جدی نگیرید. شما میتونید برید اندیشه ها رو جدی بگیرید، ولی سلبریتی رو جدی گرفتن کار خردمندانه ای نیست. برای اینکه شما نه همیشه برای اندیشه حکومت رو هم همینو میگم،
میگم شما میتونید پیرو یک اندیشه حکومت باشید، ولی الزام نداره فقط پای یک شخص سینه بزنید. شما باید اندیشه کلی رو در نظر بگیرید. اگر زنان ایران میخوان در جامعه باشن، اگر زنان ایران میخوان موفق باشن، اگر زنان ایران میخوان به حقوقشون برسن، الان سلبریتی یا اینکه حالا الان این رفته الان مثلا نام بچه‌شو چی گذاشته یا بچه‌شو در کدوم کشور اروپایی بده در ایران زندگی می‌کنه، اینا مسائل اصلا خیلی پیش و پا افتاده است و در حد تابلوئیدها یا مجلات زرد بهش این طرح بالاخره مون در حد اوناست. شما الزام نداره یک سلبریتی رو جدی بگیرید برای اینکه به حقوق برابر زن توجه نشون بدید، اما شما میتونید اندیشه ها رو جدی بگیرید و اون افرادی از سلبریتی ها که داره اندیشه های درست حسابی تر هستن و اخلاق درست حسابی تری دارن و اهل چند زندگی خوب کردن هستن رو الگو قرار بدیم و اونا اتفاقا نقش خیلی خیلی موثری دارن. من میبینم و با سطح سواد بسیار بسیار پایین حرفای خیلی مسخره میزنن در حد جو و بعد مردم میرن تو اینستاهای فیسبوک و این من و چقدر اینا رو مسخره میکنن و بر علیهشون حرف میزنن. بنابراین مردم هم اونقدر ناآگاه نیستن که هر سلبریتی هر چیزی که بزنن و تکش بکنن. بسیار عالی. خانم دواچی، نظر شما چی هست؟ آیا جریان هنرمندان و ورزشکاران زن در ایران رو چی میدونین؟ اینها چی میشه تعریف کرد؟ کسانی که برای برحال دختران ایرانی الگو تلقی میشن، ولی خب گاهی میبینیم که کارهای انجام میدن که به نظر میاد حالا یا خیلی ها سوءظن دارن که از جای هدایت میشن، یا اینکه خیلی ها میگن که نه خودشون مثلا یه وقتایی حالا شاید بعضی ها نه همه نون به نرخ روز خوری میکنم. چی فکر کنم؟ نه فکر میکنم که خانم چی از زوم بیرون افتادن، قطع شده ارتباطشون. ایشون صحبتشون تموم شد دیگه فکر کنم، من دارم از شما میپرسم. بله، من همینطور که گفتم سلبریتی ها رو قرار نیستش که زیاد جدی بگیم. خانم دواچی رو نداریم؟ بله خانم دواچی رو نداریم. خیلی خب، پس شما همون دیگه، اگر همین بحث رو با شما ادامه بدیم و برنامه رو تموم کنیم چون دیگه به پایان برنامه هم رسیدیم نمیتونیم شما این خیلی داشتیم. مهمه، این خیلی مهمه که اگر که ما قرار هستش که الگو گذاری کنیم برای زن ایرانی، اول بیاین فرهنگ رو بشناسیم. الگوهای ملی همیشه بهترین جواب رو در هر کشور میدن، برای کانتون تربیتتون و فرهنگتون بر اون اصله. معمولا چیزهای وارداتی، حالا میتونه دین وارداتی باشه، میتونه افکار چپی و مارکسیستی همه جهان رو جارو کرد و بعد پس رونده شد دقیقا از همه کشورها دو مرتبه، همون باورهای دینی، دینهای اجباری مثل اسلام که با فرهنگ ما همخونی نداره، همیشه در حال پس زده شدنه و حتی اگر که حکومت‌های بیان و به زور اینا رو سعی کنن سیطره بدن، در یک کشوری مثل ایران جواب نمیده، ولی در کشوری مثل عربستان و امارات که هویتشون همون هویت اسلامی بوده، از اول پیش از اسلام چیز خاصی در وجودشون نبوده و پس از اسلام هم همه هویتشون اسلامی بوده و دقیقا فرهنگ بومیشون بوده، برای اون کشورها جواب دیگه خیلی بوده. درسته. من سوال آخر رو اگر اجازه بدید از شما بپرسم و برنامه رو تموم کنیم. ببینید، شما فکر میکنید، ببینید، از زن ایرانی گفتید، خب این الان خیلی در جامعه ما محجور هست، یعنی ما دوتا الان الگو در جامعه ما داره ترویج میشه، وجود داره. یکی اون الگوی حکومت هست که به قول شما داره پس زده میشه چون اسلامی هست، از این ربطی به فرهنگ ما نداره. یکی هم همون گلوبالیزم و فرهنگ غربی هست که داره ترویج میشه و حالا میشه گفت که گرایش به اون بیشتر، ولی خب این گرایش به زن ایرانی و فرهنگ و تاریخ ایرانی خیلی در اقلیت و محجور هست، با اینکه درست هست و ریشه های درستی داره و کاملا اساسی هست و باید بهش پرداخته میشه، ولی خب خیلی محجور است. فکر میکنید این آیا منوط به اینه که ما از این حکومت بتونیم رد شیم، یا اینکه نه پرداختن به این منجر به تغییر حکومت و بهتر شدن وضعیت میشه؟ ببینید، ما خودمون شخصا در رنسانس ایرانی 5 سال این فعالیت
ایرانگرایانه و ایرانشناسانه و ایران رو پروموت کردن و فرهنگ ایران رو به مردم آموختن از نو ایران شدن رو آغاز کردیم و جواب هم گرفتیم. هرچند که دیر این فعالیت شروع شده ولی بالاخره از یک جای باید آغاز میشد و میرفت در جامعه و ما بازخوردش رو از درون ایران داریم میبینیم. اهمیت مردم ایران شروع کردن دارن مجدداً سیستم اندیشه ایرانی میدن، جشن‌های ایرانی، نفری که میرن پاسارگاد جمع میشن، اینا هیچ کدومشون پیرو گلوبالیزم نیستن، اسلامی هم نیستن. جمع شدن تو پاسارگاد و قبله خودشونو در واقع قرار دادن در کنار آرامگاه کوروش بزرگان بنیانگذار در واقع حقوق بشر در جهان و بنیانگذار اندیشه های مترقی به صورت یک حکومت یا یک امپراتوری جهان رو ما ناشی از همین میدونیم که افراد شروع کردن به بازشناسی خودشون و هویت ملیشون و به مرور شما خواهید دید که این رو خواهند خواست. چرا که شما نمیبینید مردم برن در هیچ جایی، شما در این 40 سال ندیدید مردم ایران تظاهرات بکنن و بگن ما دموکراسی میخوان، ما حقوق بشر. دور پاسارگاد 200,000 نفری که میره اونجا جمع میشه میگه رضا شاه، روحت شاه. یعنی باز برمیگرده به المانهای ایرانی، باز برمیگرده به ایران سازان، به اون چیزایی که هویت ایرانی رو داره تغییر میکنه. خب یه نکته خیلی مهمه، همون گونه که ببخشید سر مزار فردوسی شما دیدید جمع شدن پارسال و مجبور شد حکومت تمام خیابون‌های منتهی به مزار فردوسی رو ببنده و مردم رو جلوشون رو بگیره. این یعنی این که بیداری ملی داره اتفاق میاد. درسته. یه نکته مهم بر مزار کوروش که مردم جمع شدن، شعارهای ضد اسلامی دادن اتفاقا و دیدیم که به عنوان مثال شاهزاده رضا پهلوی اعتراض کردن که اگر قراره به اسلام توهین بشه بهتره که هم جمهوری اسلامی بمونه. در این مورد چی فکر میکنین؟ چرا ایشون چنین موضع گرفتن؟ نظر شخصی من اینه که یکی از بزرگترین اشتباهات ایشون همین دو نکته بود که یکی در مورد اسلام گفتن که الان هم البته ایشون از اون موقع به الان یه شیفت بزرگ کرده، سیستم اندیشهشون خیلی ایرانگراتر شدن چون دیدن که موج ایران داره به کجا حرکت میکنه. موج ایران نه به طرف اسلام نه به طرف غرب گرایی است، دارن خودشون اینو میبینن. یکی از اشتباهاتشون این بود. دومیش این بود که گفتن این که میگن ما هستیم عرب نمیپرستیم اشتباه است و ریسیزمه، در حالی که چنین چیزی نیست. شما وقتی که میگی من عرب رو نمیپرستم، منظور عرب خوزستان، نمیدونم مسجد سلیمان و اهواز و نمیدونم آبادان نیست، منظور اون عربی است که در حجاز و ریاض و مکه است و میبینید که ما میگیم که ما اون عرب رو نمیپرستیم. شما گفتن که نمیپرستن، نگفتن که چیز بدی نگفتن، گفتن پرستش. و بعدم اینکه یک در واقع جمله خبری است، ما ایرانی هستیم، خب ما ایرانی هستیم، ما آریایی هستیم، ما آریایی هستیم. شما نمیتونین اینو منکر بشی، نظر به اصطلاح انسان شناسی ما از تبار آریایی هستیم و همه هم اینو قبول دارن. ایرانی ها نه چینی هستن نه مصری هستن نه نمیدونم آمریکای جنوبی هستن، ایرانی ها تبار آریا هستن. این جمله خبری است. عرب هم نمیپرستیم، باز این جمله خبری است، برای اینکه ما قبلگاهمون دیگه نمیخوایم مکه باشه و قاتلین نیاکانمون، قاتلین پدر و مادرامون و به اسیر گرفتن زنان و بچه‌هامون رو نمیخوایم دیگه اونا رو بپرستیم. این جمله نه و ما نگفتیم که ما اونا رو نمیپرستیم حالا ما میخوایم فردا حمله کنیم و اونا رو بکشیم. در نتیجه این ریسیزمی تو کار نیست. من جمله خبری رو میگم، هویت ملیمو میگم و اینو میگم که من نمیخوام از این پس قبلم به سمت مکه باشه. درسته. سپاسگزارم از مهمانان آرتمیس اهورا از آمریکا با ما بودن و خانم آزاده دواچی از استرالیا که آخر برنامه خانم دواچی رو از دست دادیم و سپاسگزار از بینندگان. این بحث گسترده ای است که ما فقط تونستیم به گوشه ایش بپردازیم. تا برنامه دیگر، بدرود.